آقا سلام فوکن، خوش اومدید به این قسمت از ریاکشن ویدیوهای کانال من. میخوام بریم با هم دیگه حولو رو گوش کنیم که دیس تیک تاک استار خشایر استار به تتلوه. من همین الان تموم شد کارای آپلود ما، چارتام دارم ضبط میکنم، نمیدونم که آپلود چی ادیت این ویدیو تموم شد آپلود کنم، ولی میخوام بگم که یکی از خسته ترین حالت های ریاکشن ویدیو هامه کلن الان، اگر خستگی حس میکنید به خاطر اینه. ولی خب گفتم ترک چون تازه اومده، چند ساعتی اومده، سریع گوشش بدیم و ببینیم چه خبره. قبل از اینکه بریم سراغ گوش دادن موزیک، لینک هایی که در دیسکریپشن هست سر بزنید بهشون، توییتر، اینستاگرام، تلگرام، اسپاتیفای. موزیک هایی که دوست داریم و توی اسپاتیفای و تلگرام آپلود میکنیم، اینستاگرام و توییتر هم که مشخصه قضیهش چیه، قضیهشون چیه. کانال یوتیوب رو حتما سابسکرایب کنید، هر جای ویدیو حال کردید لایک یادتون نره، و اینکه نظرتون هم آخر ویدیو هر جای ویدیو واسم بنویسید حتما. خب تتلو که میدونیم هممون قضیهش چیه، هر چند اخیار میگیری رو یکی، این سری پرش خورده به پر اسمش چیه، خشایر اس آر. و خشایر اس آر هم تصمیم گرفت دیگه کلکل نه، یه سری ها کلکل نمی کنن، یه سری ها فوش میدن، یه سری ها استوری میزنن در جواب تتلو. اس آر تصمیم گرفت که دیس کنه تتلو رو، و چی میگن، جمله‌ای که نوشته در مورد ترک، در مورد این دیس ترک هم جواب های هویه است، در جواب اینو گفته. به نظر من تا همین جا شرکت جسورانه ای کرده، به خاطر اینکه تتلو انقدر یه تو پرانتز نمیدونم چرا انقدر طرفدار داره، هر چی میگه غلط‌ترین جمله دنیا هم که باشه، ولی چی میگن، انگار معیار مبنا میشه حرفش. و همین که جلوی فحاشی طرفدارا و خود تتلو وایساده خشایر استار، به نظر من خیلی جسارت میخواست تا همینجا. بریم با هم دیگه بشنویم ببینیم چی کار کرده. بعد تازه قبل از خشایر اس آر تتلو با امیر خلوت داشت کلکل میکرد، داشت به اون پریده بود. خشایر اس آر و امیر خلوت هم چناخیش با هم دیگه پریده بودن، یه مثلث چیزه بیف و کلکل و یه مثلث بیف تشکیل دادن این ستا با هم دیگه، امیر خلوت و اس آر و تتلو. که بریم گوش کنیم. قبل از اینکه بریم گوش کنیم کامنت فور گنگ رو بنویسید. بریم. ببخشید من اطلاعات موزیک رو ندادم. پرودیوس بای کچی بیتس، ایل نویز گات دریپ و سوال الکی هرچی، دون فاک ویت کچی بیتس کرو. اوکی، مثل اینکه آهنگساز این دو نفر، پرودیوسر این دو نفر بودن. دیگه اطلاعات دقیق تری نداریم که کاور کار کیو فلان و بیسار. عکس کاور هم یه پرچمی توشه که من نمیدونم قضیه پرچم چی، من سرچ کردم نفهمیدم مفهوم این رنگ و چی هم. بریم گوش کنیم دیگه، خلاصه شاید تو ترک متوجه شیم. این هم که اون وسط کاور رو بینم من خونه اس جی یا خونه رفیق شی رو مبلی کسلی یا خونه رفیق رفیق شی و اف ام ای نسخی پاشو سنگ بزن آجی جنست بیاد جای فیت باید دیس بده به تو بیلی چون پدوفیلی بیفم جدیه دکورینی جوری میام واسه بپوکی بیت بیاد آمله ای و میدی یا اون نینی. آقا من هیچ داستانی از تتلو نمیدونم، به خاطر اینکه اصلا دنبالش نمی کنم. بقیهش گفته چی، هنوز خونه اس جی یا نمیدونم داداش فلانی. خب مثل این که خونه کسی میمونه توی هر جایی که هست، ترکیه هست، کجاست تتلو، مثل این که خونه یه کسی میمونه، داشت به اون اشاره میکرد و یه چیزی هم گفت. خونه رفیق رفیق شی و اف ام ای نسخی پاشو زنگ بزن آجی جنست بیاد جای فیت باید دیس بده به تو بیلی جای فیت باید دیس بده به تو بیلی 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 قضیه چیه؟ باز من نمیدونم، من میام مثلا اون سمتو کلا دنبال میکنم. هر کی میدونه چیه قضیهش تو کامنت بنویسه. پدوفیلی بیفم جدیه دکوری پدوفیلی میام واسه بپوکی بیت بیاد آمله ای و میدی یا اون نینی میگه دیوا من آورد انقد حال میدی تش بیا بیار آبم خور جای فنات بگو که برات بیارن انو گو چون ویجتری یعنی بیا خیارم و خور عشنگ مسکه رد چون خرج نمیده بابا سعید و جنس بد میزنه هر روزم میشه شفته تر بده کار هنون به نصف شهر خرج نمیده بابا سعید و مجبور جنس بد بزنه سعید و جنس بد میزنه هر روزم میشه شفته تر بده کار هنون به نصف شهر
سلطان که کونی نمیشه ترس کونش بلا تا کولی نمیده بازه یده تا ناف میاد همه جا لاف بره دافا حتما دولش کوچیکه دیگه. راجب این بیت آخری که گفت حتما همون که شنیدید، من دقیقا این رو نشتم. کسایی در ارتباط بودم که ولش کن نمیگم، شاید مورد اخلاقی دارست نمیتونم درست بگمش، ولی این قضیه که گفت بلا تا کولی نمیدی فلان، فکر میکنم همون رفیقایی که بغل دستشین با یکی دوتا فایتر دوسته امیر تتلو بازه یقه تا ناف میاد همه جا لاف بر دافا حتما دولش کوچیک دیگه سیبیلا همه دور موب با من قلی میگن همه کس موب سگم نمیشه خب بر تو که لخ اگه بشم باز چارج میشی بر دور دو اگه با خورشتت گوشت میخوای سرش رو به جو یا زود میاد سولی اسپری بده دنیا جون برو تست که تیکه پیچیده اگه گوشت میخوای با خورشت سرش رو به جو داشت تهش که واسه تو بده به جوی که برو تست ایدز بده میدونی چی میگم پنج دقیقه ترکه میفرستمش بره تگلوت جوری میام بده کارام به تو فاز باشه جای چاکرات تا جیلا چاک تو باز انقدر داجی آدم بی خودی که سرشی میگرفتی تو مامان تو گاز تو اپس قیب کری ادم میله ها رو وسط پرچمت بزن اکس کیره ما رو تو داتی اونم چت من تو سبربن وسط وست ون نشه پالا فاق قایم نشه جون داداشتا یاد باشه داره کون بالا خواه توپم دم حلقت این تیکه یکی از به نظر من تکراری نمیشه این تیکه داره کون بالا خواه ولی بستگی داره کجا استفاده کنی. خیلی این تیکه خیلی قدیمیه ولی خب خیلی جا خوب استفاده میشه خفن هم اینجا همه من خوب استفاده وحشیشم همه تونو میگا میام رد میشم من رو تو رفت کیرم تگلوت حالا کسچه رو بگو چیش راست سلا بود بکیرم هم تو یاد دادی چجوری راست شلا بود تو یاد دادی بیاد بره یه جوری صافت بیا میکروفون تو بدم باش بخونی شاسته در تو بزا تا لای بد نره حرفی هم نزنی اما جایی بهتره با اون فیس تخمی فقط ما تیکت کمه ببین هر کاری کنی حتی ساسی بهتره چی میشه پشتم هر خزی کس نگه بیاد شلوارم و در بیاره هر کی گوش نشه ببین دقیقا این استوریو که رفیق تتلو که فایتره فایت نمیدونم چی کار است تتو داره مثل خودش استوری گذاشت که بیا استانبول شلوار بیا ترکیه نمیدونم پوجه شلوارت رو در میارم من این جواب به ذهنم رسید که چرا خشایر استار نمیگه اوکیش بیا شلوارمو در بعد بخورش همینجا استفادهش که چیز داد ارتباط برقرار کردم همون جوابی که اگه من جاش میدم میدادم داد ورس دو خیلی قاطی کرده بود خشایر ورس دو خیلی خشن داشت چی میگن لفظ و فوش و اینا بعد و میرا میگفت چی میشه پشتم هر خزی کس نگه بیاد شلوارم و در بیاره هر کی گوش نشه یه صبح تا شب روه به پول پله ای که پول ها من خوبه بک واقعا پوله دیگه کاملا نشون میدی یا تخماتم توشه و یه تاجم میذاری یه فاز سلطانم روه نیو فیس ها میان انگورم چیره همون تو هم میخونم من پولم میدم ریو بده سه تو بچین آیون دکور تیم بجون بریم یه رخ بگیر اکشن داش هرکی هم دورت بر بیزنسه البته که نه با دلار با لیری به ساغری بگو دبل ایکس بده چون این به بداجی گشاد را میری دوره هم بشین تیکه دلار و لیرش رو دارم یکی ها بچسته ببینیم توی دیسترک تیکه که واقعی باشه یه رو واقعیت واقعی تحقیر کنی یا یعنی مثلا فقط فحاشی و مثلا که بیا فلان و بیا شلوارم بکش با اینو بخور اوکی شاید باحال باشه باحاله ولی تیکه‌ای که واقعی باشه به نظر من و خوب استفادهش خوب بندازه طرف خیلی چی میگن خیلی تاثیرگذارتره خیلی خفن‌تره این تیکه دلار و لیر واقعا یکی از تیکه‌های شاید خیلی تحقیرآمیز نبود تو با خیلی بی ادبی نبود بی احترامی نبود ولی واقعا یکی از یه تیکه کاریه به نظر من چون خشینم آمریکاست مثل اینکه
داره به دلار در میاره، هر چند هم در میاره به دلار در میاره، به لیره تطلی تو که انداره. این به بداجی گشاد را میری، دوره هم بشینی مورفو بزنی کیریا، پشت سرم زر مفتو بزنی کیریا، نسخ کردین سری قرصو بزنی کیریا، شما همه یه مشوس کل خزین کیریا. 89 خشکی حرفاشو گفت، آمولی کس شری خوری اما کلوف، من تو رو نگام ولت نمی کنم، من نه گولاخم نه لاتم ولی پرسد می کنم. اولو اولو یه نکن میام من بلو، همون جا رد میشم من عروض، میفرستمت بری اپرود. یا اولو اولو گریه نکن میام من بلود، همون جا رد میشم من عروض، میفرستمش بره تگلو. یا 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 چاقی اتی پای خزت دایم، یا دم خونه فردا چمدون بدست ها. یا تو سلطانی چیه کویده هم نیستی چاقی هره آدم با خود بعد این خودش گوشتی گره فهمیدی؟ شاخ شونه کشیه ایسا چه حالی دارم میکنم؟ خواهی سرتون؟ ایکی؟ ایشورا؟ احمه با؟ چه حالی دارم میکنم؟ جون؟ الان دوست دخترم میاد؟ این صدای اومدش لب بگیرم، گوش بگیرم، قلبه بگیرم. همون که تو بیا این دوست دختر داره که تو نداری. این صدای همون یاروه که تو اینستاگرام وایرال شد، ویدیوش داشت توی کلاب داشت ویدیو میگیره فقط همونه. آره درست. این تیکه آخرش هم تیکه آخرش من میگم حالا خیلی دنبال نمیکنم تطلیب، ولی یه چیزایی ازش میشینم، یه عجز و ناله‌ای می‌کرد اینکه من دوست دختر ندارم فلان. این چند وقت اخیر نمی‌دونم چه خبر شده رپ فارسی، ولی خیلی دیس زیاده. ترک چه می‌دونم نامحدود پیشرو، حالا دیس ترک نبود ولی خب پر از تیکه بود. به نظر من دیس ترک بود کاملا. یادم افتاد دیس پارسالی، دیس خلف، دیس بک خلسه، دیس فدایی به زد بازی، نمی‌دونم قبلیش که عکس گور خردشی بود اسمش. یخ دیگه دوباره بازم داشتیم جریان. نشیم به ازال لیتو با زخمی که دیس کردم بعد چیزو علیرضا جی جی و نمیدونم قضیه چیه. دیس و دیس بازی زیاد شده. من خودم کاملا استقبال میکنم، من میگم عاشق بیف و عاشق دیس و دیس بازی هم، ولی دیس و دیس بازی چه میگن چی میگن دیس و دیس بک بیف با کیفیت، یعنی ترک های دیس ترک هایی که میاد ارضا کنه آدمو. به نظر من چیزی که راجع به این ترک میتونم بگم خوب بود. از خشایارستان من انتظار میدونی خشایارستان کار آهنگسازی و کار پروداکشنش رو خیلی قبول دارم، به نظر من خیلی کارش کیفیت داره، ولی توی بحث لیریک نوشتن و توی بحث اجرا کردن چی میگن اونقدر به نظر من قوی، یعنی برگه برندش توی پروداکشنشه، نقطه قوتش توی پروداکشنشه. اینو گفتم اینو بگم که به نظر من در حد خشایارستان واقعا خوب بود، به عنوان دیسترک تیکه های خوبی توش استفاده شد، ولی با شناختی که از از سوج بودن تطلیب دارم و ردی بودنش، به نظر من اگر بخواد دیسترک بده، حدس دارم میزنم و نمیدونم، به نظر من لفظا و تیکه های خیلی بهتری استفاده میکنه. تیکه هایی که خشایارستان استفاده کرده بود اینجا بی احترامیان چه میدونم تحقیر کردن و اون فلکس کردن و کلا تو دیسترک این کارو میکنن دیگه. آقا یه چیزی میگن که یه حقیقتی رو فاش میکنن که کسی نمیدونه، مثلا آبرو طرف بره، لفظ میان تحقیر میکنن طرفو، چه میدونم از چیزی که خود طرف گفته یا مثلا خود طرف داره بر ضدش استفاده میکنن. توی دیسترک توی دیسو دیسترک این کارا رو میکنن. اگر بخوام این دیسترک رو از اون دید نگاه کنیم، میگم حالا با بار اول نمیشه دقیق گفت، ولی دو سه تا تیکه هر کی میخواد شلوارم رو بگیشه پایین گوش، هر کی گوشش شلوارم رو بگیشه پایین، مثلا اون از اون تیکایی بود که از حرف طرف مقابل بر ضد خودش استفاده کرده بود. چه میدونم تاش تیکه دوست دختر رو انداخت، اون یکی از اون مثالا بود. به نظر من خیلی میتونست فوکوس کنه روی سری باگای امیر تتلو که حالا هممون میدونیم دربارش و به خاطر همون هم پیجش بسته شد، ولی فکر کنم در یه تیکه پدوفیل انداخت بهش، نمیدونم چرا به نظرم میتونست اون. حالا مهم نیست. اگر بخوام امتیاز بدم به ترک، اول بگم بیت شما خیلی دوست داشتم، اون صدای پیانویی که موقع ورس
موقع کورس موقع ورس خشی یه صدای کلید پیانو خیلی آروم میاد، یه دونه میزد مثلا بعد میرفت هشتای بعد یه دونه میزد. من اونو خیلی حال کردم، خیلی فضا رو سنگی میکرد. اگر بخوام امتیاز بدم این دیسترک، فکر کنم 6 نمره خوبی باشه و شما نمراتون رو تو کامنت بنویسید ببینیم که چند چندیم و تا ویدئوهای بعدی فوق.